بیا پایین برای چای زغالی درست کردم. دست درد نکنه خواهر جان. از مشتبه و گلناز چه خبر؟ رفتن سر خونه زندگیشون؟ مشتبه رفت سر کار؟ مشتبه بر دست حاج فخار کار میکنه. گلنازم که خونه مادرشه. خونه مادرشه؟ یعنی هنوز زیر یه سقف نرفتن؟ سقفشون کجا بود بیچاره ها؟ اگه همت خودت نبود همین عقدم نکرده بودن. یعنی هیچ کاری براشون نکرد ها؟ مردم گرفتارن بیچاره ها. عجب حلقه جنگی شد باقا، دستت درد نکنه. خوبه آیلی، به نظرم باید به بچه ها بگم یه دو تا شیشه برای اینجا یدک بگیرن تا یه ساعت دیگه که قلق گیری بکنی دخلشون اومده. نه عمه منو دست کم نگیر. بابا رفت بود این هی عالمه کار داریم. خیلی خوشگل، زیاد میخوام، زیاد. بیا بچه صاف بشین، دلت درد میگیره. پاتو بزن. بیا نخشی جوی من بگیر. سیمین کجا؟ خیلی خوشگل تو اتاقش. ای بابا سهیلا، اومدم. نسیل من چی کار کنم؟ اینا رو جمع کن. فوتکو بده من بدیم. اینا سفته. بیا بقیه شو باید کن، موضوع باش نترکی. سیمین جان نمیای کمک؟ میدونم از حرفای دیشبم دلخوری، یکمی تون با حرف زدم، ببخشید. شما ببخشید، منم تون حرف زدم، دست خودم نبود. بکنم عمم از دستم دلخور شد. اشکالی نداره، ما همه حالت رو درک میکنیم به شرط که تو هم رو بفهمی. این بلا تکلیفی و بیخبری خیلی داره اذیتم میکنه، نگرانم. تو فکر میکنی ما نگران نیستیم؟ نسرین نگران نیست، پشت خنده های عمت یک عالمه نگرانی هست. من و پدرت چی؟ ها؟ تو جنگم که اصلا مردم دل و دماغ ندارن. اگه همین دلخوشی های کوچیک نباشه هیچ کی رو پا بند نمیشه.
خنده هاتو از بابات دریغ نکن که براش یه دنیا ارزش داره. امروز روز تولدشه. شما مبارک باشه. در دشت تشنگی ها حاجی خیلی خوش اومدین. نمیدونین که چقدر دلم براتون تنگ شده بود. دست درد نکنه، دست درد نکنه. روز عیدم کار میکنی ها؟ والا یه سری سفارش های مردم مونده بود. هاش فخار گفتم بعد برسه دیگه. هاش فخار خودش هم کلی کارهای نیمه تموم داره که انجام نداده. نه آقا، منم وقت بی وقت تنهاش گذاشتم و رفتم جبهه. حالا باید جبران کنم. سر و سامون گرفتیم بابا. رفتین زیری سخت. حال دخترمون گلناز چطوره؟ خوبه، خدا رو شکر. ولی حاجی شما که بی خبر نیستی از اوضاع ما. توی خونه این که 7-8 سر آیله داره که نمیتونم دستش بگیرم ببرم. نه، نمیشه. ولی خدا بزرگه. من دارم پس انداز میکنم. گلنازم بیکار نشسته. تو خونه منجق دوزی میکنه، میفروشه. کلا خوبیم. شکر خدا. شکر خدا. خدا نگهدار بسرم. خدا حافظ شما. خیلی زحمت کشیدیم. سلام علیکم. عید شما مبارک. حاجی قو. حاجی اسماعیلی. حاجی. به به حاجی عطا. خوش آمدیم. عیدت مبارک. عید شما مبارک. مگه صدام مراد دل ما رو بده و روی ماهتو ببینیم؟ اون وقت ببینم حاج اسماعیلی، روز اول عیدی نونوایی رو تعطیل نکردی که به خانواده برسی؟ کدوم خانواده؟ تنهایی موندن تو خونه که لطفی نداره. گفتم بیام سر کار، کار مردم رو بندازم. خدا خیرت بده که کار مردم رو میندازی، اما یه کار نیمه کار دستت بوده که او رو انجام ندادی. شرمندم حاجی. هر چی شما بگی حق داری، اما یه دست صدا نداره. یه دست صدا نداره یعنی چی؟ یه کاری بهت محول شده بود، باید همت میکردی انجام بدی که انجام ندادی. درسته روز اول عید تازه عروس داماد از هم جدا زندگی کنن. چی بگم حاجی جون؟ بچه ها از وقتی که مادرشون فوت کرده هر کدوم یه طرفی رفتن و منو تنها گذاشتن. دیگه دست دلم به هیچ کاری نمیاد. همه گرفتاری دارن، کی گرفتاری نداره؟ ولی خیال کردی که مسلمونی فقط به نماز روزه است؟ آره، نونوایی رو باز کردی گره از کار مردم وا کنی، ولی نفعش میره تو جیب تو، پولش میره تو جیب تو. ولی اونی که برات نفع نداره چی؟ اونو گذاشتی به امان خدا. اول عیدی خلقت خیلی تنگ شده حاجی. چشم، همین امروز دست به کار میشم. خوبه؟ دیگه چه فایده داره؟ خودم که اینجا میرم انجام میدم دیگه. این چه چایی بود به ما دیدی؟ امسال جوش، پارسال دم. یکی دیگه بده بیم. چشم. برگاتون رو زرد کردی؟ فکر کردی من دیگه نمیام؟ دیگه نکنین این کارو. به چی میخندی عمه؟ فکر میکنم مسخرهشون میکنی، باید قهر میکنن. نه نه، من واقعا فکرشو نمیکردم شما هنوز با گلا صحبت کنی. اون موقع حسین وقتی به درخت های پسته آب میداد براشون آواز میخوند.
میگفت خیلی خوب حالیشون میشه. بعدم که احمد بچه بود اداشو در میآورد. عمه جون، عمه شما نگران نیستی؟ بعد به دلت را نده عمه جون، شب عید همه جا شلوغ پلوغه، حتما ماشین گیرشون نیومده. اما اون از دل بیقرار عاشق، چشم به هم بذاری و احمد اینجاست پیشت. میدونم کلی حرف نزده داره که باید باهات بزنه. حرف نزده؟ یه چیزایی هست بعد خودش بیاد بهت بگه. بیاد بگه. بچه ها مواظب هستین که؟ قربونتون برم الهی. مامان جان اون همزن رو به من بده. خوشحالم میبینم حال شما بابا خوبه. منظورم اینه که بابا رفته بیرون قدم بزنه، شما هم دارین کیک تولدش رو درست میکنین دیگه. بگو چیزی میخوای بگی بگو. نه چیزی نمیخوام بگم. نه بگو اونو که زبونته بگو ببینم. راستش خواستم بگم نسرین که دیشب تا صبح نخوابیده. همه هم که دلش آشوبه، حق هم داره، نگران دو تا پسرشه. سیمین هم که بهتر از من شما دارین وضعشو میبینی. میدونم مامان جان، همه مون ناراحتیم، همه مون چشم انتظاریم، ولی زندگی دیگه چیکار میتونیم بکنیم؟ امروز صبح داشتم به سیمین میگفتم بالا پایین زندگی سبا کردنی نیست. آدم نمیتونه چیزای خوب زندگی رو برداره، چیزای ناخوش و گرفتاری رو برداره بذاره. خوب میخونی تو آب. درست. حالا اینا رو ولش کنین. مامان این دو تا لباسی که دادم دوختم و کجا بپوشمشون؟ خیلی ذوق این دو تا عروسی رو داشتم. مامان در زدن. بودو بودو حتما بابا چه نصب بیده توش بس کنم. بودو عیدتون مبارک. عید شما مبارک. مامان جان سلام علیکم خانم شکیبا، عیدتون مبارک. آقای کیانی اینجا چیکار میکنه؟ نمیدونم. این طرفا؟ عرض میکنم خدمتتون. بفهمید. بفهمید. سویرا جان، بفهم. یا الله. بفهم. خدا رو شکر که همتون سالمی. من تا فهمیدم کجا موشک خورده، سری خودم رسوندم خونه حاج آقا. تلفن‌ها هنوز قطعن؟ تو محله شما بله، البته معمولا دارن روش کار میکنن. خیلی زود وصل میشن. اینجا راحت پیدا کردین؟ والا با آدرسی که آقا امروز به ما داد ممنون. ما یه دو ساعتی دور خودمون میگشتیم. من نمیدونم حاجی به چه امیدی این خونه رو سپرده به من خدا. بیچاره دست راست و چپش از هم تشخیص نمیده. مامان نگفتم حتما شهاب مامانش هم اومدن نتونستم پیدا کنن اینجا رو. داداش هر وقت میاد تو این محل بعدی حالا احوالی از اهل محل بپرسه، ولی دلش آروم و قرار نمیگیره. الانم دیگه یواش یواش سر کلش پیدا میشه. شما بفرمایید چایتون رو بخورین یخ میکنه. میشه منو برسونین خونمو؟ بله حتما، چرا که نه. فقط منزلتون هنوز آماده نیست، یعنی من با آقا امروز گفتم شیشه بر بیاره که پنجره ها و شیشه ها رو بندازیم. خب خونه خودمون نمیرم. کجا میخوای بری؟ خب این خبری از شهاب بگیرم. من قصد دخالت ندارم ولی من دیدمشون. شما کیو دیدی؟ آقا شهاب و مادرشون دیگه. عرض کردم من تا فهمیدم موشک کجا خورده سری خودم رسوندم منزلتون. اونجا بود که آقا شهاب و مادرشون رو دیدم. خب ناخواسته البته حرفشون رو شنیدم، یه چیزایی داشتن در مورد تصمیمشون میگفتن. مادره داشت در مورد مخالفتش با این ازدواج میگفت، به اضافه یه سری حرفای دیگه که من خوشم نمیاد. شما دقیقاً چی شنیدی؟ خب چطور بگم، داشتن میگفتن که اگر آقای شکیبا ترسیده و فرار کرده دیگه حق ندارن که در مورد رفتن پسرشون به خارج مخالفت بکنن. شما همه اینا رو همونجا شنیدی؟ من که عذرخواهی کردم، نیتم به سراغستم نبود. واجب شد من برم تهران. سیمین جان مامان ببخشید معذرت. سیمین بفرمایید. چه سیمین جان سیمین
من مطمئنم بابات نمیذاره تو بری تنهایی تهران. دیدین حق با من بود؟ درست همون موقع که ما از خونه زدیم بیرون اومدم پشت در. شاید اومدن اینجا رو پیدا نکردم. مامان جان، این حرف حیبو متوجه شدی؟ ولی متوجه نشدی که مادر شهاب چی گفتم؟ حالا مامان شهاب یه چیزی گفته من که حرف خود شهابو نشنیدم، حرف خودش هم باید بشنوم. خیلی خوب. حالا مثلا من زنگ میزنم به مامان شهاب. بوق خرابی میزنه. عطام اومد. شما نباید توی کاری که بهتون ربط نداره دخالت میکردید. حاجی سیمین خانم اصرار داشتم ما میان تهران. من ملوشم هرچی شنیدم و دیدم و بهشون بگم که خیالشون راحت شه. خیالشون راحت بشه که چی؟ معنی حرفای مادره این بود که نمیخوام بزنن یه ازدواج سر بگیره. خدمت شما. من بار آخر فرستادم، انبارم چهار قفله کردم، کارگرارم فرستادم برن. حقوق و عیدی کارگرار رو دادی؟ طبق دستور شما حقوق، عیدی و پاداش. بسیار خوب. شما هم برید پیش خانوادتون، بعد از تعطیلات دو مرتبه شروع میکنید. آجی فقط خسروی تماس گرفت دیشب، التماس دعا داشت. چیه؟ باز گله از بارش داره؟ نه، اون که دیگه امکان نداره اتفاق بیفته. یه بار سنگین میخواد یه دست اکبری. بار سنگین؟ اون وقت نگفت این بار سنگین رو چه جوری میخواد تسویه کنه؟ خب یک سومش رو نقد میخواد بده، بقیهش چک با تسویه سمار. باز داره قدم گنده تر از خودش برمیداره. هم برای خودش درد سر درست میکنه، هم برای ما. احتمالاً میخواد زرنگی کنه، قسطی بخره، نقدی بفروشه. خب الان چی دست میده آجی؟ هیچی. بهش بگو مثل همیشه بار برداره و مثل همیشه تسویه بکنه. همین. شما هم از قول من به پدر مادرتون سلام برسون. آجی خونهشون رو معامله کردم، دارم میارمشون پیش خودم. چه خوب، چه خوب. آجی ببخشید، من یه عرضی داشتم، فضولی نباشه. خواستم بگم کسی که از وطن خودش میگذره، وطن خودش رو میفروشه، به نظرتون میتونه پایبند خونه و زن و خانواده باشه؟ آقای دکتر عرض میکنم شما نباید آدم رو انقدر سریع قضاوت بکنید. کسی که میخواد درس بخونه به این معنی نیست که میخواد وطنش رو بفروشه، از وطنش بگذره. منظورم یک بار بهتون گفتم توی کاری که بهتون ربط نداره دخالت نکنید. حتی خودتون رو بدونید آقا. خداحافظ. خداحافظ. پاشیم بریم سر جاتون بخواب. هگاه پاشیم. سر خوشی به ما نیومده. خودمو قصه نخوریم قصه میاد ما رو میخوره. وگرنه این چه وقت اومدم بود؟ حبیبو میگم آخ خروس بی محل. خواستیم بابا رو واسه تولدش غافلگیر کنیم، آقا شهاب ما رو غافلگیر کرد. سیمینم حق داره ناراحت باشه. دلم براش میسوزه. نسرین یعنی واقعا ممکنه شهابی و سیمین رو ول کنه بره؟ البته من اگه جای شهاب بودم خارج رو به سیمین ترجیح میدادم. واقعا ایرج معلم شده؟ تو کدوم مدرسه؟ آها ببین فعلا بهش چیزی نگو. با
باشه، من خیلی ممنونم از تو، واقعا به من لطف کردی، قربانت، خداحافظ. چند نفر دیگه موندن؟ به غیر از اینکه فردا قراره ببینمش، میمونه ابراهیم که از همه برام مهمتره. پس منم فردا باهات میام. نه نگران نباش، ماشین خودمو که نمیبرم، یه دربستی میگیرم برم. الانم باید باشم برم بخوابم، فردا صبح با سهیلا قرار داریم بریم کوهنوردی. خدا با آدم دختر بدا، آدم دیگه هیچی ازش نمیخواد. خدا که به شما چهار تا داده. باز خاطرم این هر چقدرم شکر بکنم بازم کمه. پنیره؟ بله. چه تدارکی دیده بودیم دیروز برای تولدتون، همش به هم ریخت. همونم برام کافیه. عوض سال دیگه خودم رو ببینیم چه مهمونی براتون بگیرم. سال دیگه میخوام کل حیاتو چراغونی بکنم، یه عالمه مهمون دعوت بکنم، چه تولدی بشه بابا. بابا سیمین حالش خیلی خوب نیست. میدونم، نگران آیندشه، منم نگرانشم از موقع تولدش تا حالا، مثل هر پدری. زندگی بابا مثل از کوه بالا رفتن میمونه، باید قدماتو محکم برداری، پاتو جای مطمئن بذاری، مراقب باشی که نلغزی. منم مثل هر پدر دیگه دلم میخواد وقتی سرم گذاشتم زمین خیالم از بابت همه تو راحت باشه. تو خدا نزنین از این حرفا دیگه. باشه، خب تو بگو تصمیمت در مورد آیندت چیه؟ چه رشته‌ای دوست داری بخونی؟ راستش من نمیدونم. پس باید راجبش حرف بزنیم. حرف میزنیم. چشم. صبحانه آوردم. تو بهتر بگم زهرانه، ولی هر موقع تو بیدار شی اون موقع صبحه. بفرمایی. میل ندارم. چی میل ندارم؟ چند روزه هیچی نخوردی. به قول مامان قسم که میخوای بخوری بعد قبلش یه چیزی بخوری که جون داشته باشی قسم بخوری. حدس بزن امروز کیو دیدم. مطمئنم بشنوی اشتهات باز میشه. مأموریتت انجام شد، سیری رو بذار خودت برو. باش، هرچی دوست داری. ولی حیف شد، فکر کنم خیلی میتونستیم به همایون بخندیم. همایون؟ امروز رفته بودم مغازه خرید کنم، یهو دیدمش. اون اول منو شناخته کن، بعد این همه سال تمام خاطرات دماوند از جلو چشم رد شد. بعد وقتی داشت حرف میزد همش داشتم دور چشش رو نگاه میکردم واسه اینکه خندم نگیره. تونتون حال زن و بچهش رو میپرسیدم. ازدواج کرده؟ ازدواج کرده. بابا حق داشت، تو باید پسر میشدی، اصلا اشتباهی دختر به دنیا اومدی. عاشق فوتبال و دوچرخه و یادم کلاس اول وقتی کارنامه‌تو گرفتی پاتو کردی توی کشک الا و للا دوچرخه میخوام. بابا برات خرید، سریع یاد گرفتی منو مینداختی پشتت از این کوچه به اون کوچه. همایون بیچاره 10 سالش بود ولی هوا برش داشته بود که خیلی قول داره.
آره اومد به زور دوچرخه رو از من بگیره، تو یهو پیدا شد دوف. بچه با اون گندگی زد زیر گریه. دیگه ما رو میدید از اون ور میرفت. منم که دائم المریض بودم، تو همش حمایتم میکردی، مواظب بودی کسی اذیتم نکنه. دلم میخواد دوباره قوی باشی، خواهر بزرگترم باشی، میتونم با درد دل کنم. الان دیگه من ضعیفم، نیاز دارم یکی منو حمایت کنه. تو احمدو داری، حمایتت میکنه، دوستت داره. من چی بگم؟ دلم به چی خوش باشه؟ این چه حرفیه میزنی؟ شهاب رفته بدون حتی یه تلفن، بدون اینکه حتی پاشه بیاد اینجا. شاید اینجا رو پیدا نکرد. اگه میخواست پیدا میکرد. ببخشید آقا، بفرمید. با آقای ایرج والی قرار دارم. تعطیلات کسی نمیاد اینجا؟ نه، گفتن برو اونجا منتظر باش تا برسم. باش، ببینین داخل حیات میاد. اگه قرار داریم. تعطیلات عید هیچ کجا مثل تهران نیست. درست میگی. اگه این موشکای لعنتی صدام بزنه. یا آقای قرار بود به منو ببینه، اومده؟ بله، رفته بالا، نشسته سر کلاس پنجم ب. متشکرم. خواهش. شاید خندتون بگیره اگر بگم که آمدم اینجا براتون یه داستان تعریف بکنم. حدود 40 سال پیش کلاس پنجم دبستان توی یک مدرسه مثل همین مدرسه ولی یکم کوچکتر و توی کلاس مثل همین کلاس باز هم کوچکتر روی اون صندلی ردیف اول یک پسر لاغر مردنی و ریزنقشی می نشست. عاشق خرگوش بود. بزرگترین آرزوش این بود که خرگوش خودش رو بیاره مدرسه. شبها هم به دستور پدرش توی باغ پسته کار میکرد که مرد بار بیاد. و اما توی همون کلاس، اون گوشه آخرین ردیف، یک پسری مینشست که قلدر کلاس بود. ورزشکار، شوخ‌طبع، سر به سر همه میذاشت، آتیش به پا میکرد. اون پسر، این پسر ریزنقش رو خیلی آزار میداد. هم خودش رو، هم خرگوشش رو. براش اسمهای عجیب غریب درست کرده بود. خوابالو، گوشدراز، خواب خرگوشی. همه بچه های کلاس هم این پسر رو مسخره میکردن. تا اینکه یک روز
زنگ تفریح معلم کلاس پنجم خانم نکونام در کیفش رو باز کرد و یک موش مرده از توش بیرون کشید. جیغ کشید. مدیر مدرسه، ناظم مدرسه، فراش مدرسه، همه مدرسه به تکاپو افتادن که این کار کیه؟ بله، اون روز انگشت تام رفت به سمت پسر قلدر کلاس، اما کار اون نبود. نه، نبود. حتی شکیبا، پسر ریزه میزه، خوابالو و مهربون کلاس. ایرج والی، پسر قلدر کلاس. بعد از این همه سال اینجا چی کار میکنی؟ آمدم بقیه این قصه رو برات تعریف کنم. اون موش مرده رو من گذاشتم تو کیف خانم نکونام. دائم اذیتم میکردی. یه بار حتی گلوی خرگوشم گرفتی، داشتی خفش میکردی. اون اسماعیلی که گفتم رو گذاشته بودی. شب تا صبح، صبح تا شب به فکر این بودم که چجوری ازت انتقام بگیرم. زورم که بهت نمیرسید تا اینکه یه شب توی باغ کنار جوب یه دونه موش مرده پیدا کردم. یادم نیست با یه برگی، کاغذی، چیزی برش داشتم. روز بعد تو کیف خانم نکونام جاسازیش کردم. یادم میاد وقتی خانم نکونام جیغ کشید و وقتی که پای تو وسط کشیده شد دلم خنک شد، اما وقتی عشقای تو رو دیدم، گریت رو دیدم، استغاثت رو دیدم، یادم میاد زار میزدی و قسم میخوردی و میگفتی خدا شاهد من نبودم. اون موقع بود که پشیمون شدم، اما شجاعت اینو نداشتم که بلندشم و بگم کار من بوده. میدونم بعد از مدرسه اخراجت کردن، حتی از رفسنجان رفتین تهران. حدود 40 سال بعد همه جا سپردم تا پیدات کنم و بعد شنیدم که اینجا توی این مدرسه برای خودت معلم میشدی. مرد حسابی، این همه به خود زحمت دادی، خودت اذیت کردی منو پیدا کنی، اینا رو بگی؟ این همه راه اومدم که منو ببخشی، که حلالم کنی. حتی شکیبا، من تا عمر دارم مدیونتم، تا عمر دارم ممنونتم. اون موقع دلم شکست، خیلی سختی کشیدم، پیش بچه‌ها و خانواده حسابی تحقیر شدم، اما بعدش همه چی خوب شد. چجوری بگم؟ آدم شدم. سر به زیر و دست خون. قصه‌اش مفصله. تو کجا می‌خوای بری که اومدی حلالیت بخوای؟ قصهش مفصل. مامان آخه چرا انقدر نگرانین؟ گفتم که بابا اومد لباسشو عوض کرد، گفت میره یکی از دوستای قدیمیشو ببینه. من اشتباه کردم، گفتم راجع به مرگ آینده ما حرف زده. بفرمایی بابا اومد. خیلی خوب رو کرد. تو سیمی خانم بعد عشق و عاشقی هم مامان بابا یاد بگیرین. یک کلمه بهش گفتم بابا حالش مثل همیشه نیست، اصلا به هم ریخته بود، همش ناراحت بود. از چه خبرت رو؟ دوستامو دیدم، خیلی خوش گذشت، خیلی هم خندیدیم، ولی مهمتر این که یک بار سنگین از رو دوشم برداشته شد. خب خدا رو شکر. یه احساس دیگه هم دارم،
گرسنمه. سویلا میگفت امروز صبح تو کوه حرف از رفتن و مرگ و این چیزا زدی. خب سربسته یه چیزایی بهش گفتم. به هر حال باید همشون برای این خبر آماده بشن. نه؟ من برم برات غذا گرم کنم. شکوه جانم، مهم اینه که الان زنده‌ام و پیش همین. یحیی الذی انشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم الذی جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون صدق الله العلی العظیم. برای شادی روح شهدای اسلام صلوات. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. ممنونم مرضیه. خانمای عزیز، خواهرای خوبم، ممنونم از تشریف فرمایی و همتتون تو این روزای عید. امیدوارم توفیق اینو داشته باشیم که نیاز همسایه‌های نیازمندمون رو ببینیم، اگه دستمون میرسه براشون کاری بکنیم. امروز هم اینجا جمع شدیم برای دو تا جوون که میخوان برن خونه بختشون. میخوایم بهشون کمک کنیم. قراره توی مسجدم آقایون زمان نماز ظهرشون اعلام بشه. خسته نباشی. ممنون نسرین جان عزیز من. همه خانما رفتن. میتونیم بیاییم بالا. باش. میگم عمم مثل شما خوب بلده همه رو تشویق به کار خیر کنه ها. قرار شد همه خانما یکی یه وسیله برای نوعروس بگیرن. جلسه بعدی هم خونه مشتبا گل نازه. احمد که اگر به خودش باشه همه مال و منالشو میده بره. منم اینجا هر کاری میکنم به همت خود اونه. خیلی آدم خاصیه. این همه قصه و نگرانی تو دلش داره ولی مرتب به همه میخنده، نمیذاره هیچکی بفهمه تو دلش چی میگذره. مثل خودتو. منطقه من میدونم تو دل تو چی داره میگذره. به همین دلیل امروز دارم میرم مخابرات، هر جوری شده سعید و احمد رو پیدا کنم بکشونمشون تهران. سلام عزیزم. همین که به فکر امنیت و آرامش خانوادتون بودین و برشون داشتین آوردینشون یه جای امن. تو فکر میکنی شاب عاشق سیبینه؟ پسرم شما خودتون چی فکر میکنید؟ من میگم چطوره که اول از سیمین جان سوال بکنیم که نظرشون چیه. بذار سیمین باشه ها بره. شما بخش بزرگی از زندگی منی. ولی تو همه زندگی من. دست به من نزن. کاری که من در حق تو نکردم. میموندید الان پسر من میاد. همین نزدیکاست. الان باید برای خودش مردی شده باشه.